آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در شام قریبان سال 1446 هجری قمری در اجتماع عزاداران حسینی در بخش دیگری از بیانات خود فرمودند: هر ساله سال روز عاشورا یکی پس از دیگری سپری می شود و به فرموده حضرت امام رضا علیه السلام حادثه عاشورا اشک ما را روان ساخت و خون از چشم ما جاری کرد و عزیز ما در سرزمین غم و اندوه خار ساخت و تا روز قیامت برای ما غم و غصه به میراث گذاشت و این مسئله تا روز قیامت ادامه دارد. معظم الله در ادامه فرمودند: قیامت هر شخصی بلافاصله پس از مرگ او شروع می شود، اما یوم الانقضا پس از عالم برزخ و همان روزی است که خدای متعال در قرآن فرموده است مقدار آن 50,000 سال است. ایشان همچنین تاکید فرمودند: به فرموده امام رضا علیه السلام شهادت امام حسین علیه السلام تا روز قیامت اهل بیت علیه السلام را داغدار کرده است. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. عاشورا یکی پس از دیگری هر سال میاد و میگذره، بعدش عاشورای دیگر، بعدش عاشورای دیگر. از سال 61 هجری قمری تا الان ادامه داره و به فرمایش حضرت رضا صلوات الله علیه الى يوم الانقضاء. يوم الانقضاء يعني روز قیامت. هر کسی اون وقتی که از دنیا میره قیامت اون شخص همون وقته، از اینجا شروع میشه. الى مات ابن آدم قامت قیامته. اما يوم الانقضاء یعنی برزخ میگذره، تموم میشه، روز قیامت میشه، اون روزی که قرآن کریم فرموده فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. یک روز قیامت 50,000 سال. اینایی که الان 50 سال عمرشونه یعنی 1,000 تا 50 سال این یه روزه، یوم الانقضاء اسمشه. حضرت رضا صلوات الله علیه فرمودن ان یوم الحسین اقرح جفوننا، تا آخر که فرمودن و اورثنا الكرب والبلاء الى يوم الانقضاء. كرب یعنی مصیبت. امام حسین صلوات الله علیه را خدای عز و جل خلق کرده، یکیش برای عاشورا، وقتی عاشورا خلاص بشه و نیست. کرب یعنی مصیبت. حضرت رضا علیه السلام فرمودن جریان عاشورا تا روز قیامت اسباب مصیبت ما اهل بیته.